بینندگان ارجمند، هموطنان گرامی، به نام خداوند بخشاینده مهربان و به امید صحت و سلامتی شما عزیزان، برنامه امروز سه‌شنبه 31 دلو 1391 هجری خورشیدی برابر با 19 ماه فوریه سال 2013 میلادی نگاه یا کتنه را پیشکش حضورتان میکنیم. خدمت همه شما در هر کجای دنیا که هستین سلام و احترام تقدیم میکنم. البته بیننده ارجمند، در آغاز برنامه امروز طبق معمول یا بروال معمول میریم به سراغ یکی دو روزنامه خارجی و همچنان بازتاب از روزنامه های داخلی و در ادامه البته صحبت برنامه امروز پیشکش حضورتان میشه. ضمناً خدمتتان اعلان کنم که آقای منجم‌زاده هم در رابطه با موضوعی که ما امروز روی صحبت میکنیم یک گزارش دارند که در لحظات بعدی تقدیمتان خواهد شد و همچنان لیست هموطنانی که با شبکه جهانی آریان افغانستان طی چند سال گذشته همکاری مالی داشتن، لیست نام نویس اونها یا نام های اونها هم امروز خدمتتان اعلان میشه، برای اینکه بیشتر توجه هموطنان ما به این نکته جلب شود، مخصوصا در اروپا و در ایالات متحده امریکا. از کانادا ما سرش گپ نمیزنیم، برای اینکه کسایی که صاحبان مشاغل تجارتی و شرکت ها تجارتی هستند حتی حق و حقوق ما را نمیپردازند، چی رسه به ای که به ما مساعدت مالی کنند، البته جز یکی دو تن داخل قوس. روزنامه پرتیراژ واشنگتن پوست می نویسد که قماندانی قوای ناتو در افغانستان به روز یکشنبه گفت که دستور اخیر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی را رعایت می کند که به قوای افغان دستور داد تا در مناطق مسکونی از قوای بین المللی درخواست حملات هوایی نکنند. روزنامه می نویسد جنرال دانفورد که ماه گذشته فرماندهی قماندانی ناتو در افغانستان را به عهده گرفته، دستور رئیس جمهور حامد کرزی را نادیده گرفت، ولی او در نشست غیررسمی روز یکشنبه با خبرنگاران داخلی و خارجی جدی و سری به نظر می رسید. روزنامه می نویسد که جنرال دانفورد به حیث قماندان آیساف یا قوای امنیت بین المللی کمک به تأمین امنیت در افغانستان موظف است تا ماموریت نظامی این قوا در افغانستان را تا پایان سال 2014 میلادی پایان بخشد. واشنگتن پوست اعلام میکند که تعامل با رئیس جمهور کرزی که روزنامه او را تند مزاج و مایل به دعوا و جدال میخواند یکی از وظایف جنرال امریکایی میباشد. روزنامه اعلام میکند که برخی از مقامات امریکایی به این باور هستند که رئیس جمهور کرزی از حمایت بزرگی که در 11 سال گذشته از افغانستان خصوصا توسط ایالات متحده امریکا به عمل آمد و امریکایی ها 2177 عسکر یا سرباز خود را در افغانستان قربانی دادند، قدردانی نمی کند. واشنگتن پوست اعلام می کند که جنرال دانفورد گفت که او حاکمیت افغانستان را احترام دارد و در چند روز آینده با وزیر دفاع و لویدرستیز افغانستان ملاقات های خواهد داشت تا تفصیل ترتیبات حملات هوایی که رئیس جمهور افغانستان از آن سخن میگوید وضع شود. روزنامه از عکس العمل یا واکنش یک نظامی سابق افغان آقای جنرال امرالله امان نیز نوشته که میگوید در یک کشور چون افغانستان که قوای ثقیل توپچی و نیروهای هوایی ندارد تا عساکر پیاده را حمایت کند، چطور میتوان یک دشمن را شکست داد که با اراضی بلد است و خود را در هر جا پنهان می کند. جنرال امان می گوید که قوای هوایی برای حمایت عساکر نهایت ضروری پنداشته می شود. در حالی که روزنامه واشنگتن پوست چگونگی روابط نظامیان ائتلاف و حکومت افغانستان را دنبال کرده، روزنامه نیویورک تایمز از ازدحام موترها و فساد اداری در بخش پلیس ترافیک در کابل سخن می گوید. ترافیک کابل هزاران موتر مختلف و نو و حتی موتر سایکل ها و بایسیکل ها را در یک سرای
در شمال پایتخت که با دیوارهای بلند و سیمهای خاردار چون یک زندان مخوف میماند گرده هم آورده است. نیویورک تایمز می نویسد که این موترها به خاطر تخطی های چون دور خوردن ممنوع به دست چپ، توقف در جاده‌های ممنوع یا جاهای ممنوع، تصادم‌های کوچک و یا تخطی بسیار زشت و آشکار یعنی ندادن رشوه به چنگ پلیس افتاده است. روزنامه در مقاله خود می افزاید: مسلماً این تنها افغانستان نیست که تجربه های ناگوار با پلیس در آن وجود دارد. به قول نیویورک تایمز، از قول اسدالله خان مدیر ترافیک کابل که میگوید ترافیک در افغانستان به یک تجارت بزرگ تبدیل شده است. سالانه حکومت 40 میلیون دلار از مالیات و جرمانه ها به دست می آورد. روزنامه از قول صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که اداره حوادث ترافیکی بسیار شهرت دارد. او با تکان دادن سر خود از یک تجربه به روزنامه حکایت کرده است. تجربه خود آقای صدیقی است. آقای صدیقی میگوید که موتر دولتی وی در این اواخر با یک موتر دیگر تصادم کرد. او خواست تا فوراً به پلیس حوادث ترافیکی تلفن کند، ولی رانندگان هر دو موتر خشمگین و عصبانی شده به وی هشدار دادند که اگر پلیس برسد مشکل ایجاد خواهد شد. سپس راننده موتری که با موتر صدیقی تصادم کرده بود راضی شد که غرامت بپردازد و دنبال کار خود برود، زیرا اگر به چنگ پلیس ترافیک کابل بیفتد تا مبالغ هنگفت پول از جیبش در نیاورد او را رها نخواهد کرد. تصمیم تازه دولت افغانستان برای انحلال قطعات مسلح خارج از نیروهای رسمی و فرمان اخیر رئیس جمهور افغانستان برای منع درخواست حملات هوایی از ناتو از موضوعات اصلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیر دولتی ویسا نوشته است که ایجاد نیروهای محلی شبه نظامی یا ملیشیا تجربه ناکام است و تجارب نشان داده است که با توجه به وابستگی این نیروها به جنگ سالاران، نه تنها آنها در تامین امنیت مؤثر نیستند، بلکه این نیروها خود باعث انواع مشکلات برای مردم افغانستان می شوند. نویسنده ویسا از تصمیم دولت برای ادغام این نیروها با نیروهای امنیتی استقبال کرده است. روزنامه سرنوشت نیز تاکید می کند که ادغام نیروهایی که با نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان کار می کردند با نیروهای امنیتی افغانستان می تواند در تامین امنیت کشور مؤثر باشد. آرمان ملی از قول جاوید کوهستانی تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی نوشته است که با توقف پشتیبانی هوایی ناتو از نیروهای امنیتی افغان فرار سربازان افغان بیشتر می شود. روزنامه ماندگار به اشاره به اقدام یک هنرمند کلمبیایی که قرار است 10,800 پوکانه را برای حمایت از صلح در کابل به هوا بفرستد نوشته است که این کار نشان می دهد که صلح در افغانستان یک بحث جدی نیست. به تعبیر نویسنده ماندگار، طالب نوازی رئیس جمهوری، آزادی زندانیان طالبان، نشست لندن و فرستادن پوکانه ها به هوا همه نشان دهنده این واقعیت است که حرکت صادقانه در جهت نیل به صلح و امنیت در افغانستان صورت نگرفته است. روزنامه باور ملی در سرمقاله خود به نقل از فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون انتخابات نوشته که در مناطق ناامن صندوق‌های رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری آینده گذاشته نخواهد شد. عجب انتخابات خواهد بود. نویسنده باور ملی تاکید میکند که مقامات دولتی باید تلاش کنند تا باعث ناامیدی مردم نشوند و اظهارات مانند سخنان ملا صاحب معنوی باعث میشود که نیروهای مخالف دولت هم از آن استفاده سو کنند. البته روزنامه ملا صاحب ننوشتم، من ملا صاحب از خود زیاد کردیم، خدای نخواسته نشه که مدیر صاحب مسئول این روزنامه خشمگین شوند و بگن ما هیچ وقت آقای معنوی رو ملا نگفتیم، اما ما آقای معنوی رو ملا میگم و ملا هم هست. روزنامه دولتی هیواد می نویسد که دولت افغانستان به وزارت خارجه دستور داده که
زمینه انتقال اجساد آن ده افغانهایی را که در اثر انفجار اخیر در شهر کویته پاکستان کشته شدند به کشور فراهم کند. نویسنده هیواد تعداد قربانیان افغان این رویداد را مشخص نکرده، اما افزوده که مقامات دولت افغانستان این انفجار را که در آن 85 تن کشته و 169 نفر دیگر زخمی شدند، اما به گزارش آژانس خبرگزاری اسوشیتد پرس بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند، محکوم کردند. روزنامه چراغ چگونگی حضور غرب در افغانستان را به بررسی گرفته. گفته است که کشورهای غربی در صدد اتمام ماموریت خود در این کشور نیستند، بلکه در پی تعبیر ماموریت خود هستند. به نظر نویسنده سال 2014 با عنوان سال خروج نیروهای غربی نیز ماهیت تبلیغاتی دارد. روزنامه می افزاید که تعدادی از مقامات دولتی افغانستان هم با امضای قراردادهای امنیتی با کشورهای غربی زمینه حضور آنها را در کشور تسهیل می کنند. این روزنامه از مقامات دولتی و شورای ملی افغانستان می خواهد که نباید در این مورد سکوت کند. ما در مورد این تبصره روزنامه چراغ اصلا هیچ نفهمیدم که اینا منظورشان چی است، که چی می خواهند بگویند، که یعنی این که در افغانستان قراردادها را اشخاص امضا میکنن یا دولت امضا میکنه. در اینجا مورد البته ما کنم تماس ندارم با ایشان که یک کم شفافیت بخوایم. بر صورت بریندای ارجمند، این بود بازتاب روزنامه ها و جراید امروز چاپ کابل و بالاخره آخرین تبصره ما از روزنامه وزین 8 صبح داریم. خبرهای رسیده در خصوص انفجار کویته در پاکستان حاکی است که بالغ بر 86 تن در این انفجار کشته شده و عده دیگر نیز زخمی شدند. با گزارش 8 صبح لشکر جنگوی که یکی از گروه های افراطی فعال در این کشور می باشد مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. آنچه در این خصوص می توان گفت این است که انفجار به قصد کشتار زیاد انجام شده است. این انفجار که در یک منطقه مزدحم صورت گرفته نشان می‌دهد که افزایش کشته شدگان یکی از اهداف سازماندهندگان این انفجار بوده و این انفجار برای این برنامه ریزی شده که تعداد زیادی از مردم را قربانی کند. انفجار در مکانهای عمومی تنها می‌تواند مبین این واقعیت باشد که سازماندهندگان انفجار در پی این هستند که با قربانی گرفتن بیشتر از مردم خشونت را در جامعه عمیق‌تر سازند و وضعیت را به گونه‌ای جهت دهند که ریشه های همبستگی ملی در این شهر کاملا از بین برود. در چنین صورت گروه های افراطی که در پی دستیابی به مقاصد شومشان هستند به خوبی می توانند به اهدافشان نائل آیند. گفته شده است که انفجار کویته در یک بازار شلوغ صورت گرفته، یعنی بازار مزدحم بهتر است براتون بگویم، و سبب شده است که حدود 200 تن از اتباعی کشورهای افغانستان و پاکستان زخمی شوند و 86 تن دیگر جانهای خود را از دست بدهند. این انفجار یک واقعیت غیر قابل انکار را برملا می کند و آن این است که فقط به ویدیوی توجه فرمایید که توسط آژانس خبرگزاری اسوشیتد پرس تهیه شده است. البته ما در ادامهش به صحبت خود میپردازیم، یعنی در مورد این که این انفجار یک واقعیت غیر قابل انکار را برملا میکند. با ما باشید. Dozens are dead and many more have been hurt after a bomb hidden in a water tank exploded in a vegetable market in southwestern Pakistan. The blast happened in a mostly Shiite neighborhood. A local TV station reported that a Sunni extremist group that had targeted minority Shiites in the past called in to claim responsibility. It's happened, like I was there, you know, I did rush for helping. But too many people dead and too many people injured. Pakistani television showed images of volunteers and others combing through rubble, searching for the dead and injured. Inside a local hospital, a scene of chaos as men in uniform tried to maintain order.
Saturday's attack was the worst in this city since a series of bombings killed 86 people, mostly minority Shiites. That attack led to protests that toppled the local government. The city's police chief said that not only did Saturday's blast destroy shops in the neighborhood, but also caused a two-story building to collapse. Carlotta Bradley, The Associated Press. در 10 سال اخیر و علی‌رغم تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کنی افراطیت و خشونت که یکی از استراتژی‌های جدی سازمان القاعده محسوب می‌شود، دیده می‌شود که این معضله در پاکستان همچنان رو به رشد است. علی‌رغم اینکه توقع جهانی بر این است که دولت پاکستان با ریشه‌های افراطیت مبارزه کند، اما دیده می‌شود که گروه‌های افراطی در برابر چشمان دولت پاکستان به شدت در حال رشد بوده و موج‌های از خشونت را در این کشور ایجاد می‌کنند. این کار علاوه بر اینکه برای پاکستان زیانبار است و آینده ثبات سیاسی و امنیتی این کشور را برهم می‌زند، برای کشورهای منطقه و جهان نیز خطر آفرین است. از آنجایی که شبکه‌هایی که این گروه‌های افراطی را حمایت می‌کنند سعی می‌ورزند که به این خشونت‌ها رنگ و بوی مذهبی نیز بدهند، گسترش این گونه خشونت به خارج از مرزهای جغرافیایی پاکستان و آلوده سازی کشورهای منطقه نیز امکان پذیر می باشد. یکی از مناطقی که می تواند از رشد شبکه‌های افراطی و خشونت طلب متضرر گردد افغانستان است. گروه‌های افراطی و خشونت طلب پاکستان بار به صراحت تاکید کردند که از جنگ بر ضد دولت افغانستان و از جنگ در برابر اراده بین‌المللی برای ثبات و دموکراسی در افغانستان حمایت می کنند. به نظر می رسد اگر این روند ادامه یابد و دولت پاکستان نتواند یا نخواهد که این خشونت ها را مهار کند، این یک مسئولیت جهانی است که بایستی در برابر خشونت های مبتنی بر افراطیت و بنیادگرایی که در پاکستان در حال رشد است مقابله کند. زیرا این تهدیدها اگر اکنون مورد توجه قرار نگیرد، باعث خواهد شد که موج‌های گسترده‌تری را در سطح منطقه و جهان ایجاد کرده و امنیت را از بین ببرد. اکنون جامعه جهانی، مخصوصاً ایالات متحده آمریکا که تلاش دارد تا پایان سال 2014 ناامنی در افغانستان را پایان بخشد، بایستی دولت پاکستان را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهد که با شبکه‌های افراطی که بر ریختن خون مردم می‌اندیشند برخورد کند، و اگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد به جامعه بین‌المللی اجازه دهد تا با این وضعیت مقابله کند. باید باور کرد که با توجه به ریشه داشتن بخش قابل ملاحظه ای از خشونت‌های موجود در افغانستان در پلان‌گذاری‌هایی که از سوی شبکه‌های افراطی در پاکستان صورت می‌گیرد، خطر ناامنی برای افغانستان همچنان وجود دارد و باید کوشش شود که در برابر این روند مقابله جدی یا مبارزه جدی صورت گیرد. اگر این خشونت ها و ریشه های آن در پاکستان سرکوب نگردد، علاوه بر این که افغانستان را متاثر می سازد، می تواند امنیت عمومی در سطح جهانی را نیز مورد تهدید قرار دهد. ذوالفقار مکسی، که به نام ذوالفقار مگسی نخوانیم، چرا ذوالفقار به شکل مگسی نوشته میشه، اما اطمینان داره نام ذوالفقار مگسی نیست، آقای ذوالفقار مکسیس، والی ایالت بلوچستان. توجه کنین که هیچ وقت ننویسین که بلوچستان پاکستان. والی ایالت بلوچستان در عکس العمل به کشتار شیعه های کویته گفته است نیروهای امنیتی و استخبارات آن کشور یا می ترسند یا اینکه توان مقابله با گروه های تروریستی را ندارند و به همین دلیل چرخه خشونت مذهبی و ترور در کویته همچنان ادامه دارد و قربانی می گیرد. به نظر ما موضع‌گیری والی ایالت بلوچستان مبنی بر ناتوانی و ترس نیروهای امنیتی پاکستان درست نیست. پاکستان یکی از قدرت های منطقه‌ای است. این کشور از نظر بسیاری از کارشناسان نظامی نیرومندترین اردو و سازمان استخبارات منطقه‌ای را در اختیار دارد. اردوی پاکستان به شدت مجهز است
و سلاح سبک ساخت چین گرفته تا سلاح اتمی در اختیار دارد. برنامه راکتی آن کشور نیز به شدت فعال است. تقریبا هر دو ماه یک بار یک راکت جدید در پاکستان اختراع و آزمایش می شود. نیروی هوایی این کشور نیز به شدت قدرتمند می باشد. ایدئولوژی افراطیت مذهبی در مناطق قبایلی هممرز تحمیلی با افغانستان نیز به شدت ترویج می شود. استخبارات پاکستان به باور بسیاری از آشنایان به مسائل منطقه یک از سازمان‌های قدرتمند جاسوسی جهان است. این سازمان مخوف جاسوسی 60 سال است که یک جنگ پنهان را علیه جمهوری هند رهبری می کند. جنرالان متقاعد اردوی پاکستان مانند جنرال حمید گل پاکستانی اعتراف می کنند که تمامی گروه های پیکارجوی کشمیری از سوی آنان حمایت می شوند. همچنان سازمان استخبارات نظامی پاکستان نقش کلیدی در جنگ بر ضد اتحاد شوروی سابق در افغانستان داشت، جنگی که کارشناسان آمریکایی با آن بزرگترین نبرد ملیشیایی یا چریکی قرن 20 لقب دادند. علاوه بر این چند دهه است که استخبارات پاکستان یک جنگ خاموش و اعلام ناشده را بر ملت افغانستان و دولت افغانستان تحمیل کرده است. طالبان مخلوق ذهن استخبارات پاکستان است. طالبان مخلوق ذهن استخبارات پاکستانند. این دستگاه استخباراتی علاوه بر این که متحد جامعه جهانی در جنگ با تروریسم شناخته می شود، اما در نبرد افغانستان متحد طالبان است. راه اندازی شبکه های حمایتی متعدد برای طالبان در خاک پاکستان و اداره شبکه مدارس دینی آن کشور کار استخبارات نظامی پاکستان است. مجموع اینها نشان می دهد که دیرهای کشفی و امنیتی پاکستان به هیچ وجه ترسو و ناتوان نیستند. نمی توان مانند والی صاحب ایالت بلوچستان کشتار شیعه های بیگناه کویته را معلول ناتوانی و ترس نیروهای امنیتی پاکستان دانست. مشکل در نیروهای امنیتی پاکستان نیست. مشکل در پالیسی استفاده از بنیادگرایی و فرقه‌گرایی مذهبی برای نیل یا رسیدن به اهداف شوم سیاسی است. اردو و استخبارات پاکستان بنیادگرایی مذهبی مسلح را یکی از وسایل قدرت ملی خود میپندارد. از این ابزار پاکستان علیه هند و افغانستان به صورت منظم و برنامه ریزی شده استفاده میکند. همچنین سازمان استخبارات نظامی پاکستان و اردوی این کشور از بنیادگرایی مذهبی برای سرکوب جنبش های ملیگرای پشتون و بلوچ نیز استفاده میبرد. بلوچ ها خواستار خودمختاری برای ایالتشان و دریافت سهم بیشتر از منابع طبیعی منطقهشان هستند. اردوی پاکستان بجای مذاکره و قبول خواستها و پیشنهادات منطقی جنبش ملیگرای بلوچ با استفاده از ابزار بنیادگرایی مذهبی آنان را سرکوب می کند. همچنین ایدئولوژی افراطیت مذهبی در مناطق قبایلی هممرز تحمیلی با افغانستان نیز به شدت ترویج می شود. به نظر ما استمرار و ادامه چرخه خشونت و ترور در کویته و سایر شهرهای پاکستان بیشتر معلول سیاست استفاده ابزاری از بنیادگرایی مذهبی است تا ناتوانی نیروهای امنیتی و کشفی پاکستان. تشکل‌های مربوط به هزاره ها و شیعه های کویته از دولت پاکستان می خواهند که اردو را در کویته مستقر کند و برای محو گروه های شبیه گروه صفاق جنگوی عملیات نظامی راه اندازد. چنانچه امروز صدر اعظم پاکستان دستور داد تا اداره و امنیت منطقه بلوچستان را نظامیان یا اردوی پاکستان به عهده بگیرد. اما این تشکل‌ها و سازمان‌ها باید بدانند تا زمانی که اردو و استخبارات کشورشان سیاست استفاده وسیله‌ای یا بهتر است بگوییم ابزاری از بنیادگرایی مذهبی را کنار نگذارد، نه استقرار حکومت نظامی در کویته به ترور زنجیره‌ای شیعه های کویته پایان می‌دهد و نه راه اندازی عملیات های نظامی.
استقرار اردو و راه اندازی عملیات به قول نظامی ها راه حل استراتژیک نیست. راه حل استراتژیک این است که استخبارات و اردوی پاکستان با سیاست استفاده از بنیادگرایی مذهبی برای رسیدن به اهداف سیاسی خارجیش پایان دهد. تا زمانی که پالیسی سازان امنیتی پاکستان بنیادگرایی مذهبی و حمایت از آن را بخشی از قدرت ملی خود در برابر همسایه‌ها و کشورهای جهان محاسبه کنند، چرخه کشتار و ترور در کویته، پشاور، کراچی و لاهور متوقف نمی شود. پدیده طالبان پاکستانی و فرقه‌گرایی خونین مذهبی منشأ بیرونی ندارد. اینها عوارض جانبی سیاست استفاده ابزاری از بنیادگرایی مذهبی اردوی پاکستان است. مردم پاکستان نیز می دانند که مشکل در کجاست. شهریان کویته در مصاحبه با تلویزیون های پاکستانی به صراحت گفتند که اگر اردو و حکومت آن کشور بخواهند، کسی نمی تواند حتی یک کارد را وارد بازارهای کویته کند. این کاملا درست است. گروه های تروریستی سپاه صحابه و لشکر جنگوی توسط اداره های رسمی پاکستان و به حمایت مالی متحد این کشور عربستان سعودی تسلیح و تمویل می شوند. در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان، جنگجویان سپاه صحابه و لشکر جنگوی در کنار آنان می جنگیدند. همچنین این گروه ها در آن زمان در افغانستان پایگاه داشتند. استخبارات پاکستان از این فعالیت ها به طور آشکار نظارت می کرد. بنابراین هیچ کشور خارجی و پدیده بیرونی در تقویت گروه های تروریستی در پاکستان و راه اندازی چرخه کشتار و بیرحمی مقصر نیست. مقامات پاکستانی گاهی سعی می کنند طالبان پاکستانی و خشونت های بلوچستان را به عوامل بیرونی ربط دهند، اما کسی که آشنایی اندکی با ساختار قدرت در پاکستان داشته باشد می داند که مشکل در داخل آن کشور هست. متاسفانه در حال حاضر دو دید متضاد در مورد طالبان و گروه های مسلح بنیادگرای مذهبی در پاکستان وجود دارد. از نظر سیاستمداران، نظامیان و چهره های عمده مذهبی پاکستان، طالبان پاکستانی و گروه هایی که در قلمرو پاکستان می جنگند و خشونت می کنند تروریست هستند. ولی طالبان و گروه هایی که در افغانستان می جنگند موجودات مقدس و مجاهدین راه خدا و اسلام. این واقعا یک تناقض آشکار است. تا زمانی که نگاه یک دست به این پدیده در پاکستان شکل نگیرد و همچنان تا زمانی که نگاه یک رنگ، یکسان و یک دست به این پدیده، یعنی پدیده طالبانیزم در افغانستان شکل نگیرد، آن کشور و افغانستان روز به روز به کام ناامنی پیش می رود. طالبان پاکستانی عجیب است. طالبان پاکستانی ملا عمر را رهبر و پیشوای خود می دانند. رهبران عمده طالبان پاکستانی در کنار به اصطلاح طالبان افغان جنگیدند و از آنان الهام گرفتند. یا به عباری دیگر، طالبان پاکستانی مولود طالبان افغان هستند. بنابراین شما هیچ وقت نمیتونین پسر از پدر یا پدر از پسر جدا کنین. همه همصدا هستند، همه یک ایدئولوژی دارند، همه یک هدف دارند و هدف ایست که جهان به کام تروریسم بتن و جانب بنیادگرایی مذهبی را وسیله قرار بتن برای رسیدن به اهداف شوم و شیطانی سازمان مخوف استخبارات پاکستان، یعنی ISI. همچنان گروه های تروریستی که علیه اقلیت های مذهبی در پاکستان فعالیت میکنن حامیان طالبان و القاعده اند. بنابراین جدا انگاری یا جدا کردن این گروه ها منطقی نیست. کسی نمیتواند طالبان پاکستانی، طالبان افغان، لشکر جنگوی، القاعده و سایر گروه های تروریستی از این دست را از همدیگر جدا فرض کند. نظریه جدایی طالبان، القاعده، لشکر جنگوی و دیگران در بهترین حالت یک توهم است. بنابراین اگر پاکستانی ها میخواهند که امنیت در کشورشان تامین شود و همچنان به عنوان قدرت منطقه‌ای باقی بمانند، باید در پالیسی استفاده از بنیادگرایی مذهبی برای رسیدن به اهداف سیاسی تجدید نظر کنند. احزاب سیاسی و جامعه مدنی پاکستان که حالا خواستار تامین امنیت کویته شدند نیز باید مردم و هوادارانشان را بسیج نمایند و از اردوی کشورشان بخواهند در پالیسی و استراتژی امنیتیشان تجدید نظر کند.
همانطور که گفته آمد تنها استقرار اردو در کویته و راه اندازی یک عملیات نظامی مشکل را حل نمی کند. مشکل اساسی در پالیسی است. پالیسی که از مدت تقریبا 30 سال توسط جنرال ضیاءالحق بنیانگذاری شد، اما پالیسی تا امروز ادامه داره و می بینیم که این پالیسی هر روز در کشورهای افغانستان و پاکستان قربانی می گیرد. البته ما درود می فرستیم بر واح شهدای قوم هزاره که در ایالت بلوچستان جانهای عزیزشان قربانی تروریسم شد، قربانی اهداف شوم ISI یا سازمان جهنمی مخوف تروریستی ISI شدند. بر صورت بینندگان ارجمند، ما گزارش در این راستا، یعنی در مورد انفجار کویته، از آقای مناجم زاده هم داریم. او را هم با هم میبینیم که آقای مناجم زاده چی گفتنی دارن و در ادامهش میریم پای تلفن و از شما چند تلفنی میگیریم و ضمناً ما هم امروز گفتنی های خود خدمت شما تجدید میکنم. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. ضمن عرض سلام خدمت شما و هموطنان بسیار محترم، گزارشی را که به همین منظور تلویزیون یک آلمان دیروز منتشر کرده خدمت شما تقدیم میکنم. بفرمایید. تعداد قربانیان انفجار یک بم در کویته جان بیش از 80 تن را گرفت. تعداد کشته شدگان بیش از 80 تن بوده و مرتب افزایش می‌یابد. یک مقام پلیس در کویته گفته است دست کم 81 نفر کشته و بیش از 165 نفر مجروح شدند. وضعیت 20 زخمی وخیم گزارش شده و احتمال دارد به تعداد کشته شدگان اضافه کرده. با گزارش اخبار تلویزیون یک آلمان، این بم از راه دور و در یک بازار پر ازدحام منفجر شده که عمدتاً محله شیعه‌نشین در شهر کویته می باشد. این خبر می افزاید که این حمله یکی از بدترین حملات در سالهای گذشته بوده است. رئیس پلیس کویته زبیر محمود به رسانه ها گفته است این بم در یک مخزن آب که با تراکتور به بازار آورده شده پنهان شده بود. به گفته همین مقام، انفجار این بم ساختمان های متعددی را تخریب نموده و تعداد زیادی از قربانیان را زیر آوار نموده است. پلیس هنوز نمی داند که مسئول این حمله کی بوده، ولی به قول یک مقام امنیتی در کویته، اسکاهای رادیویی محلی گزارش دادند که گروه های افراطی سنی لشکر جنگوی تلفنی مسئولیت این بم گذاری را به عهده گرفته است. گروه های افراطی سنی در کویته نیز چندین حملات را در ماهای گذشته به عهده گرفته بودند. یکی از این حملات در ماه جنوری سال جاری در یک باشگاه یا کلوب بلیارد در شهر کویته بود که باعث کشته شدن بیش از 90 نفر گردید. به قول این خبرنامه، کویته مرکز استان بلوچستان است که سالهاست درگیری علیه اقلیت شیعه وجود دارد. حدود 15% از کل جمعیت پاکستان که 190 میلیون نفر می باشند شیعه هستند که اکثر آنها در جنوب بلوچستان زندگی می کنند. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر در پاکستان، فقط در سال 2012 بیش از 300 شیعه هزاره کشته شده اند. این بود گزارشاتی را که رادیو تلویزیون آلمان گفته و ما هیچ چیز او اضافه یا کم نکردم، ولی به قول آگاهان امور سیاسی در پاکستان، گروه های تروریستی لشکر جنگوی زیر نظر مستقیم سازمان استخبارات پاکستان و ارتش این کشور حملات سازمان یافته را انجام می دهند. به گفته منتقدین حکومت پاکستان، از این سازمان تروریستی جهت مناقشات کشمیر و حملات تروریستی در هند استفاده می شود و در حملات چند سال گذشته در بمبئی توسط همین گروه سازماندهی شده بود که اخیراً یک حمله کننده در هند به اعدام محکوم گردیده و حکم اعدام نیز به مرحله اجرا در آمده است. آگاهان امور امنیتی در پاکستان میگویند لشکر جنگوی به عنوان اهرام و فشار و ترور علیه سازمانهای ملی و دموکراتیک پاکستان مورد استفاده قرار گرفته و بودجه معینی دارد که غیر مستقیم از طرف حکومت پاکستان تمویل میشود. این گروه تروریستی در اکثر شهرهای پاکستان به گفته یک منتقد حکومت این کشور به اصطلاح مرکز فرهنگی دارد و تماس بسیار نزدیکی با علمای پاکستانی داشته، دانش آموز تربیت میکند. ارتباط بسیار نزدیک لشکر جنگوی با طالبان برای انجام حملات تروریستی در داخل پاکستان و افغانستان سازماندهی می شود. در کل مسئولیت تمام این کشتارها به عهده حکومت پاکستان بوده و جامعه جهانی به خصوص حکومت افغانستان باید این کشتار بی‌رحمانه را به شدت محکوم نموده و آن را در بحث‌های آینده خود با پاکستان مطرح نمایند. گزارشاتی از افغانستان مبنی بر اعتراضات و اعتصاب غذا برای محکوم نمودن کشتار
قربانی چنین حملات میشوند. به گفته یک نهاد اسلامی در پاکستان، این حملات برای ایجاد مشکلات بین مسلمانان، خصوصا بین مردم افغانستان و پاکستان میباشد که باید از آن جلوگیری به عمل آید تا وحدت مسلمانان متاثر نگردد. گزارشات اخیری که از پاکستان میرسه گویا 176 نفر به جرم شرکت در این حملات انتحاری احتمالی بازداشت شده. تشکر، بسیار زنده باشین. زنده باشین مجاجم زاده، یک جهان سپاس میکنم از لطف شما. شما بسیار زحمت میکشین و ما قدردانی میکنم از زحمات را که شما متقبل میشین. خب بیننده ارجمند، میریم به سراغ چند خط تلفن و برنامه خود البته با گفتنی که ما دارم به پایان میرسانیم. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. جناب آقای مسکین، السلام علیکم. السلام علیکم، من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم. شما روی لاین هستین، بفرمایید. امریکا شما اگر نزدیک باشین ما دستای شما را میبوسیم. خواهش میکنم، من روی تو رو میبوسیم. آفرین به قومتان، شما همه را به عنوان یک انسان میشناسین. واقعا متراست. شما هیچ کس هیچ موقع به یک اسم افغان، هزاره، ازبک، تاجیک نمیشناسین. شما همه را به عنوان یک انسان میشناسین. واقعا. ولی امروز شما برای شهیدای کوټه شما یک درود گفتین و دست دان رئیس جمهور افغانستان ما تانو سر یک صدایی بر نشد از کابل. آقای مسکینیار شما خودتان شاهد هستین هزاره ها در کوټه چی گناهی کردن که مردم اینا رو میکشن. در جنگ هندستان و پاکستان وزیر جنگ پاکستان هزاره بودن. هزاره اون موقع بم در کمر خود بسته کردن، در زیر تانک هندستان خوابیدن، این پاکستان آزاد کردن. در قانون اساسی پاکستان ثبت هستن که هزاره از کوتل گوجه که طرف شود دیگه کس حق پرستان از دینا ندارن، اینا خودش نوکر هستن. ولی امروز چرا اینا رو بیگناه مردم میکشن؟ کدام صدا، کدام فریاد میشنوه فریاد مردم مظلومی هزاره کویتره؟ آقای مسکنار سلام و درود بر شما. خدا شاید شما نزدیک باشید، من دست سرم میبوسید. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خدا نکنم. اگر تا جاد گرم گفتنم از ماغی مسکنار در جان خودم در اون منطقه 7 نفر زی خانه کشتشت، همه تیلف و زن و پدر، 7 نفر زی خانه اونجا کشتشت. آقای مسکنار خدا حافظ شما. تشکر، زنده باشید. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام علیکم آقای مسکنیار. من هم سب خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم، بفرمایید. سلام به شما برادر گرامی و همه مستمعین گرام این برنامه های خوب، و شما واقعا حق مطلب و به شکل لازمش ادا میکنین. هم مرا به چشم انسان، به چشم دارای حقوق مساوی میبینین. حرفی بسیار خوبی هست. یک واقعیت است، واقعیت است. من جمله در از رابطه به همین مطالبی که شما فرمودین عرض کنم که پاکستان هیچگاه از حمایت توریست دست بر نمیداره. این قطعی است، به خاطر از این که این قطعی و مسلم از روزانه 200 میلیون دلار به هزینه 45,000 مدرسه آل سود میتن. درست است. پول برای از اینا یک منبع عایدات است. از طرف دیگه تا امو فرموده شما که پیشتر نس کردین، واقعا جنگ در افغانستان برای از اینا مقدس است و در داخل پاکستان ترور محسوب میشه. بنابراین عرضی است که برادرای ما، شنوندگان ما، همه انسان ها، همه کسانی که صدای ما را میشنوند باید آگاهانه عمل بکنند. به خدا انسانی که میره دوباره مظلوم ها را میکشه هیچ وقت اهل نجات نیست، نه در دنیا نه در آخرت. تشکر میکنم که ما موقع دادیم. زنده باشین، تشکر، لطف میکنین. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان. السلام علیکم مسکینی آساد. السلام علیکم، سلام، خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم، بفرمایید. قربانی شما، وقتی که درود خدا به یعنی هزاره افغانستان فرستاندی، درود خدا به تو، درود خدا به کسانی که حق میگه. ای برادران عزیز، شما در تلویزیون ها میبینین که نرم افزار فتواهای کفر شیعه، یعنی شما در انترنت برین که بعضی از علمای ناسبی از خدا ناخبر، اینها حتی میگه طفلی شیعه را کشتی با جنت میری. شما ببینین امروز کدام مشرک، کدام بیدین امی جنایت مرتکب میشه که به نام الله، به نام خدا، به نام که ما در جنت میریم، این بیدین ها خود را جنتی میدانند. ای لعنت خدا به این فکر، ای لعنت خدا به این مذهبی که ساخت یهود و نصاراست، که امروز تمام جهان اسلام را در یک خطر بزرگ که حتی روس، انگلیس، امریکا همی جنایت نمی کند که در مساجد ما داخل شود و خود انفجار ما تا امروز در تمام جهان، چی عرب چی عجم، یک راه است که اون راه یزید کافر است که امروز آنها پیروانی دارند که هم
است که امروز در افغانستان به چشم میبینیم. ای کتایی که خود را عالم میدانین، شما عالم نیستین، شما مزدور یهود نصارا هستین که امروز به اتکال ما چه شیعه چه سنی رحم نمیشه، حتی همه شان را کافر میدانن. خدا لعنت کنه می فکر دیگه وقت نمیدین. زنده باشین، تشکر، زنده باشین. بیننده ارجمند، ما با وجودی که همیشه سر صحبت‌های رئیس جمهور افغانستان انتقاد میکنم، بالاخره گپ را که من سالها میزدم، سالها فریاد میزدم رئیس جمهور افغانستان درست پیش از گلویش برآمد یا از زبانش برآمد و عبارت از این که وطن خود خود ما خراب کردیم، هر چی که کردیم در حق خود به نام مسلمان خود تباه میکنیم. حالا این واقعی که در کویته شده، این کار نصارا و یهود نیست. اگر باشم، این ماستیم که در خدمت یهود و نصارا قرار میگیریم. مشکل در خود ماست. هر بدبختی که در افغانستان آمده توسط خود ما انجام شده. و من از آقای کرزی تشکر میکنم، اگرچه تو لیت است گفتی آقای کیوان، اما اقلا بعد از 11 سال متوجه شدن که مشکل در خود ما افغان هستن، مشکل در خارجی ها نیست. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. مسکین یار، السلام علیکم صاحب، چطور هستین؟ قاضی صاحب والا چه خوش شانس هستین. خوب شد اگر اجازه باشه جان، اگر اجازه باشه یک دقیقه وقت زیاد بگیریم. نه بفرمایید، بفرمایید. این طرز که امروز رفتیم سوی تلویزیون، با هر دو جای رفتیم، از اخلاص شما بسیار تشکر میکنم. ما تازه آمدیم، ما میخواستیم مفصل یک ایمیل یا میجریان برات ایمیل یا فاکس کنین برام. بله، چیز ما چیز نمیشه خاموش تلویزیون ما. تشکر، زنده باشین. تشکر قاضی صاحب. من کات میزنم که برای برادر هزارای ما تفصیل بدیم. آقای مسکینیار، خدمت ما به انگلستان به 6000 نفر برادر هزارا داشتم. در دو جای رفتم، سلام می گفتم، از اخلاص شما دیروزون یا شنیدن امروزون گفتم، مگر اگر چیزی گفتن دارین بیتی که من سال من نمای نواخ شد. اینا تقریبا اضافه 100 نفر به سفارت پاکستان که تو زنا و اشتوکا بودن، اتصال غزایرام گرفتار بودن، اضافه 100 نفر به پارلمان بودن، بیچاره اینا چیخ میزدن. اینا برای ما گفتن ازدهای تقریبانی تلفات نزدیک باید 100 نفر شدن، فهمیدی؟ فقط دیگه گفتنی خیلی نداشتیم و نمیره سلام میگفتن. زنده باشین، تشکر، تشکر، زنده باشین، تشکر. بینیده ارجمند، من دیروز برتان گفتم که خدا شاید از بیننده که اول زنگ زد و او صحبت کرد، اگه یک لحظه دیگه همون گپ میزد، مثلا شاید از برابر کمره میخیستم. یعنی من به اندازه متاثر هستم. واقعا ما بارها برتان گفتیم، بر ما و شما باید افغانیت مطرح باشه، نه ای که کی از کجاست. شما امروز طفل بیگناه بدبخت افغانه که من میگم افغان است، و اگر از آرام است افغان است، او رو ببینید که به چی حالت فجی کشته میشه. خدا شاید است یک برتان میزنم که امروز آقای کرزی باید امروز ماتم ملی اعلان میکرد در افغانستان، امروز در پاکستان باید ماتم ملی اعلان میشد. اما از اون جایی که هر حرکت، هر حادثه که رخ میده، به هر چیز اینا از نگاه سیاسی میندارن. البته سیاست ایجاب نمیکرد که آقای کرزی درود بفرسته یا کدام فاتحه بگیره. سیاست که اگر ایجاب میکرد، این کار رو میکردن. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. السلام علیکم صاحب، بفرمایید. مدخل بشه خواهش نشد تیار، زنده باشین. نظر بلندتر اگه صحبت کنین. تشکر میکنم واقعا مسکینیار از این مطلبی که شما ارائه دادن درباره قربانی ها بسیار تشکر میکنم. خواهش میکنم، زنده باشه، وظیفه ماست. افغان بهطرف. خواهش میکنم، افغان شرافتمند هستیم. تشکر، زنده باشه. خواهش میکنم، وظیفه ماست. یه وقت تازه بگیرم سید. سلام علیکم، زنده باشین، تشکر. خب بنیدار ارجمند، همه تلفن میکنن، لطف میکنن، مهربانی میکنن. من باز هم خدمتتان عرض میکنم که من افغان هستم و بر من هیچ ارزش نداره که کی از کجای افغانستان است. و با دیروزم براتون گفتم که هیچ خون ما رنگین تر از خون یک هزاره نیست، و خون هزاره رنگین تر از خون من است، و خون یک تاجک هم رنگین تر از خون من است، و خون ما هم رنگین تر از اون نیست. بنابراین ما به عنوان یک خانواده باید در فضای اخوت و صلح و آرامش زندگی کنیم. نه ای که برادر تو از این قوم هستی، از این قوم هستی. ما بارها براتون گفتیم، بازم به ادامه صحبت‌های قبلی خود میگم که من همیشه قضاوت ما سر شخص است، میشه سر قوم. خدا مرا او زبان نتا، خدا دست ما او قدرت نتا که ما بنویسم، خدا مرا پای مرقت کنه که ما یک قدم بگذارم در راه
نفاق و شقاق در بین اقوام شریف افغانستان. اونهایی که کار میکنن کلشان از خود آجندا و از خود اهداف دارن که اونا شما خودتان مشاهده میکنین. آمدیم سر اصل گپ. من دیروز برای شما وعده دادم و میخوایم با وعده خود وفا کنم و عبارت از این بود که من لست نامنویس در حدود 20 نفر از هموطنان ما را که به تلویزیون آریان افغانستان مانه کمک میکنن و او را خدمت شما به نمایش بگذارم. البته من معذرت میخوایم شاید نام یکی دو نفر از قلم مانده باشه که اگر در برنامه فردا یعنی من آگاه شوم و اونا اگر تلفن کنن و نام اونا را داخل میکنم. من از همکار تکنیکی خواهش میکنم که لست نامنویس اوی ده هموطنان عزیزی را که در مدت 7 سال یا 8 سال تلویزیون جهانی آریان افغانستان مساعدت مالی کردن برای تلویزیون بگذارن. از کشور آلمان، از نفوس 300 هزار از کشورهای اروپایی، از نفوس 300 هزار نفری افغانها در کشورهای مختلف اروپایی که برنامه های تلویزیون آریان افغانستان مشاهده میکنن ما فقط 8 نفر داریم. عبدالحسین کمند، عبدالرحیم حیدر آقایان، امیر محمد مرادی، زلمه عزیزیان، دکتر نجیب الله جهانیار، محمد قیس پنا و آقای ظاهر عمر و ما هم زیاد میکنم که آقای بصیر نظری نامشان است. آقای نوم نام آقای بصیر نظری است. 9 نفر. ما قضاوت به شما میگذارم. آمدیم سر ایالات متحده امریکا. آقای زلمه ابراهیمی، آقای غفاری، جناب سلطان عزیز قادری، خانم آمنه قسیم از ایالت ویرجینیا، خانم امو همیرا است، اما اچ بسازین، همیرا عدالت، خانم همیرا عدالت در مدت 7 سال که شبکه جهانی آریان افغانستان آغاز به فعالیت کرده، یک ماه هم گفتی مردم اینا دریغ نکردن کمکای خدا اچ شکران کنین. آقای اسد که من نام اولشان متاسفانه نام دومشان هم این لحظه فراموش کردیم، خانم شازیه از شهر لس آنجلس و آقای عبدالستار مسکینیار و همچنان خانم پروین از لس آنجلس. یعنی 9 نفر. من نمی‌فهمم چی تصادف است که نه 9 آلمان ده میشه و نه 9 امریکا ده میشه. بنان اینی افراد و اشخاص است که معانه به تلویزیون آریان افغانستان کمک میکنن. حالا آمدیم سر اصل گپ. من اکثرا به سفر که میرم در کشورهای اروپایی من بسیار از استقبال گرم هموطنانم واقعا بسیار جد خرسند میشم. اما من خواهش میکنم که از احساسات کم کنین و بر مبلغ بیفزایین. اینی حساب بانکی ماست در کشور آلمان. اگر شما ماهانه با بانکتان تماس بگیرین هر مقداری که قدرتتان میرسه یا به اصطلاح افغانی سواستان میرسه به تلویزیون آریان افغانستان کمک کنین. و اما در مورد هموطنان مقیم امریکا، من در مورد کانادا صحبت نمی کنم، بیشترم براتون گفتم جز 2-3 نفر که همیشه ما را کمک کردن، یک آقای کیوان هستن و شاید یکی 2 نفر دیگه باشن که امیر ازه من نامشان به خاطر ندارم. اگر اونا کمک میکنن به دفتر ما زنگ بزنن، شماره کریدیت کارت خود بتن، البته اعتماد کنن، اعتبار کنن، ما ماهانه هر مقدار را که اونا اجازه بتن ما به کریدیت کارتشان چارج میکنیم. و این هم خدمتتان اعلان کنم که یک تعداد هموطنان ما در ایالات متحده امریکا شماره های کریدیت کارت خود داده بودن، ماهانه 20 دلار یا دلار یا 30 دلار یا چیز کم یا چیز زیاد، اما یک ماه بعد گفتیم مردم شماره کریدیت کارت خودم تغییر دادن و از ارسال کمک به شبکه جهانی آریان افغانستان خودداری ورزیدن. این هم یک گله دوستانه بود و در این مورد هم زیاد نمیخوایم حرف بزنم یا حرافی کنم. وقت برنامه ما هم به پایان رسیده، از حضور شما مرخص میشم، همه شما را به خدا میسپارم. فردا روز چهارشنبه ساعت 12 ظهر برنامه از گپ گپ میخیزه مهمان خانه های شما میشه و طوری که من دیروز خدمت شما اعلان کردم از اول مارچ برنامه های نگاه و کتن فقط در هفته 2 بار پخش میشه که روزهای دوشنبه ساعت 11 است و روزهای پنجشنبه ساعت 11 است و دلیل یا دلایلش هم خدمت شما ارائه کردم. بنان همه شما را به خدا میسپارم. روز و روزگارتان خوش. هیا کرده است.
گلبدین حکمتیار در یک گفتگوی اختصاصی به تلویزیون یک میگوید که او در تمام جنگ‌های داخلی در شهر کابل شرکت نداشته و جنگ میان احزاب دیگر بوده است. او میگوید مجموع این جنگ‌ها که 1000 نفر قربانی گرفته عمدتاً در شرق کابل بوده است. حکمتیار در حال این موضوعات را بیان می‌کند که از او به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل جنگ‌های داخلی کابل یاد می‌گردد. مجموع تلفات این جنگ‌ها به 1000 نفر هم نمی‌رسد و بیشترین تلفات نیز به اهالی جنوب و شرق کابل و مناطقی رسیده که تحت تسلط نیروهای حزب اسلامی بوده و مورد حملات توپ، تانک و طیاره‌های حکومت کابل قرار گرفتند. آمارها و گزارش‌های منابع مختلف از جمله آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در جنگ‌های دهه 70 خورشیدی که 4 سال و 4 ماه به طول انجامید بیشتر از 60000 نفر کشته شدند. آقای حکمتیار همچنان می‌گوید که موضع حزب او در جنگ‌های کابل همواره دفاعی بوده است. ما فقط 5 شهر درگیری کوچک و بزرگ با این ائتلاف داشتیم که همه دفاعی بود و با تهاجم و تعرض دشمن جواب گفتیم. گلبدین حکمتیار به دموکراسی که اکنون در افغانستان جریان دارد لعنت می‌فرستد و می‌گوید که هیچ انسان آزاده آن را نمی‌پذیرد. اگر دموکراسی، حقوق زن، آزادی بیان و قانون اساسی همین است که امریکایی‌ها در کابل و بغداد به نمایش گذاشتند و رسانه‌های وابسته به غرب برای آن تبلیغات دارند، ما و هر انسان با ضمیر و آزاده از آن نفرت داریم. ما و هر افغان شریف و آزاده منکران بودیم، هستیم و خواهیم بود. لعنت بر چنین دموکراسی و آزادی. جنگ‌های داخلی در کابل از 3 اپریل 1992 تا 27 سپتامبر 1996 به مدت 4 سال و 4 ماه به طول انجامید که بر بنیاد گزارش‌ها نزدیک به 70000 کشته و صدها هزار زخمی، معلول و مهاجر بر جای گذاشت. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید مهم این نیست که چه تعداد از مردم افغانستان در این جنگ‌ها کشته شدند، بلکه مهم این است که عاملان این جنگ‌ها باید مجازات شوند. بعضی آمارهایی که داده شده در حدود 60 تا 70 هزار بودن و این باید مورد بررسی، مورد تحقیق قرار بگیره و عاملین قصا و عاملین این اقدامات و این اعمال و کسانی که باعث کشتار و باعث مجروح شدن، آواره شدن و تا جنایات دیگه در او دوره شدن، اینا باید مورد بازپرس و پیگیری قرار بگیره. هرچند آقای محمودی آمار کشته شدگان را بین 60 تا 70 هزار نفر عنوان می‌کند، اما می‌گوید هیچ فرد حق گرفتن زندگی کسی را ندارد. در جنگ‌های کابل احزاب و چهره‌های مختلف مانند حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، اتحاد اسلامی، جنبش ملی اسلامی، وحدت اسلامی، نجات ملی، حرکت اسلامی و برخی از گروه‌های دیگر سهم داشتند. در جنگ‌های کابل از سلاح‌های سنگین مانند طیاره، تانک، راکت، سکر، توپ و سلاح‌های خودکار دیگر استفاده می‌شد. در این جنگ ها کابل سیمای یک شهر و پایتخت را از دست داد. آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.